سلام دوستای خوبم به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز با هم میخوایم دو تا اصطلاح دیگه از زبون گرافا رو یاد بگیریم که اون دو تا اصطلاح مسیر و دور در گرافه. خب ببینیم هر کدوم از اینا به چه معنیه بیاین اول مسیر رو تعریف کنیم. مسیر توی گراف همون معنی رو میده که شما به طور شهودی فکر میکنید باید بده. تو زندگی روزمره ما مسیر به راهی میگیم که دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه دیگه درسته؟ حالا میبینید که توی گراف هم مسیر دقیقا به همین معنیه. ولی بذارید اینجا تعریف دقیق ریاضیش رو اول من براتون بنویسم یک مسیر از رأس U به رأس V در گراف از رأس U به وی دنباله متشکل از M به علاوه یک رأس رأس متمایز به طوری که هر دو رأس متوالی توی این دنباله مجاورند خب حالا بیایم ببینیم اصلا این چیزی که اینجا نوشتیم به چه معنیه برای این کار به نظرم بهتره که با هم تو یه مثال بیایم مسیر رو ببینیم تا متوجه بشیم که مسیر واقعا چیزی جدا از اون چیزی که ما فکر میکنیم و تو زندگی روزمره رو بهش میگیم نیستش فرض کنید برگردیم به همون مثال محله هامون فرض کنید من گراف محل چهار تا محله یه شهر رو میخوام بکشم محله های A, B, C و D فرض کنید این محله های این شهر توسط یه سری خیابون به هم وصلن که هر خیابون رو اینجا من با یه یال براتون نمایش میخوام بدم مثلا فرض کنید بین آ و دی دی و بی آ و سی به همین ترتیب این شد مثلا گراف محله های ما حالا فرض کنید من از شما میپرسم که به من یک مسیر از آ به سی میشه معرفی کنیم من میخوام از محله آ برم به سی خب بیاین روی شکل مشخص کنیم مثلا یه مسیر درسته که من بیام برای اینکه از آ برم به سی اول از این خیابون از آ برم به بی بعد از محله بی برم به سی درسته دیگه این میشه یه ای مسیر حالا بیام دنباله این مسیر رو بنویسیم همونطور که تو تعریفش گفتیم دنباله این میشه ما از محله آ شروع کردیم از طریق این خیابون رفتیم به محله B رأس B و از اونجا رفتیم به C این شد مسیری که ما تعریف کردیم از آ به سی اما با نگاه کردن به این شکل شما میبینید که تنها این مسیر بین آسی موجود، وجود نداره مسیرهای بیشتری وجود داره الان مثلا یکی دیگه شو بیاین با هم دیگه بگیم مثلا یه مسیر دیگه میتونه این باشه که من اول از این خیابون از آ برم به محله دی مثلا رامو یه خورد دورتر کنم از دی برم به بی بعد از بی بیام به سی اینم یه مسیر دیگه به حال ما رو از مبدا رسون به مقصد بیایم برای تمرین دنباله این مسیر رو هم بنویسیم پس این دفعه دوباره از رأس آ شروع کردیم ولی اول رفتیم به دی بعد رفتیم به بی و بعد هم در نهایت C. این هم دنباله این مسیری که با قرمز نشون دادیم اینجا یه مسیر دیگه هم تو این شکل میتونیم ببینید که بین آ و سی است درسته همین خیابون یعنی اصلا از ابتدا ما میتونستیم فقط از همین خیابون عبور کنیم از آ به C چون بینشون خیابون هست دیگه دنباله این مسیرم اگه بخوایم این زیر بنویسیم خیلی ساده از آ شروع کردیم رسیدیم به C دیگه راحت تر از این نمیشه که. پس اینجا توی این مثال دیدیم که منظور من از مسیر چی هست. ولی دو تا نکته توی این تعریف ریاضی که اینجا کردیم هست که دلم میخواد بهش توجه کنیم. یکی اینه که اینجا گفتیم دوم... یک مسیر از رست یوببیی. دنباله ای از از ام بالا متمایز به این کلمه متمایز دلم خود دقت کنیم معنی اون چیه معنیش اینه که اگه من میخوام یه مسیری از رس آب سی بگم نمیتونم مثلا این مسیر رو بگم از آ برم به دی از دی برم به B، از B دوباره به آ بعد آب سی میدونی چی میگم یعنی از یه رس بیشتر از یک بار نمیتونم عبور کنم تو این دنباله بیشتر از یک بار نمیتونم بنویسمش پس این یه نکته یکی دیگه این تیکه دوم تعریف که میگه هر دو رأس متوالی در این دنباله که می نویسید باید مجاور باشن این هم یه جوری با معنیه دیگه یعنی ببینید اگه من به شما بگم یه مسیر از, آ... از آب سی به من بگو شما نمیایین بگین که از آب برو به دی و از دی برو به سی خب بین دی و سی که خیابونی وجود نداره این بی دیگه. دیگه دانچه هر دو رأسی که دو به دو رأس متوالی تو این دنباله باید مجاور باشن اینم پس یه جورایی واضحه یه چیز یه تعریف دیگر هم فقط من اینجا بگم به عدد M توی این تعریف میگن طول مسیر ببینید همون اول که من داشتم تعریف میکردم شاید شما تعجب کرده باشین چرا من گفتم دنباله این متشکل از M به علاوه یک راست خب دلیل اون این بود برای اینکه طول مسیرمون بشه M یه چیز روندی بشه ببینید حالا یعنی چی مثلا شما مسیر اولی که اینجا از آب سه با هم نوشتیم و فرض کنید گفتیم از به ب، از ب میریم به سه. حالا این دنباله که اینجا نوشتیم قبول داریم متشکل از تا رسه ولی طول این مسیر چنده طول مسیر خب طبق تعریف شهودیش قبول داریم با تعداد خیابونایی باشه که ما ازش عبور میکنیم درسته دیگه پس اینجا ما سه تا داشتیم از سه تا گذشتیم ولی در واقع از دو تا یال عبور کردیم پس طول مسیر میشه دو اینجا ام بره به یک سه بود و ام در نتیجه شد 2 یا مثلا برای این مسیر آخر مسیر کوتاهه ام به علاوه یک دو هست دیگه چون دنباله ای متشکل از دو هست در نچه m میشه یک که خب معنی هم میده دیگه این مسیر مسیری به طول یک ها. یه خیابون بیشتر عبور نکردیم برای اینکه این تعریف در حالت کلی هم معنی دار بشه اینجا یه قراردادی با هم بکنیم که مسیر به طول صفر مسیریه از یک رس به خودش اینو قرارداد میکنیم که بعدا تو تعریفمون مشکلی پیش نیاد یه, تا... یه قرارداد تقریبا واضحی هم هست دیگه مثلا اگه من بگم من به شما بگم این مسیر منه آ خب این چیه این یه مسیر از رس آ به آ دیگه این مسیر به طول صفر شما از خیابونی نگذاشتیم و بعد میبینید که با تعریفمون هم جور در میاد چون ام بالا علاوه یک رس توی دنبالمون یکه در صفر اینم از تعریف مسیر به طول سفر. خب بریم سر تعریف بعدیمون که تعریف دور در گرافه. از تعریف مسیر حتما میتونید حدس بزنید که دور در گراف حالا به چه معنیه. ولی بیاین اینجا تعریف ریاضیش رو یه دور با هم بنویسیم. یک دور در گراف دنباله متشکل از M به علاوه یک راست متشکل از ام برابه یک رس مثل مثلا به این ترتیب V1 V2 به همین ترتیب تا Vn و دوباره V1 دوره دیگه از رس V1 شروع میشه دوباره برمیگرده به رس V1 به طوری که رس های وی یک تا وی ام متمایزند و دوباره مثل تعریف مسیر هر دو رأس متوالی مجاورند خب حالا بیایم باز دوباره با همون مثال محله ها موافقین که دور رو, یه دور, دور رو یک بار تمرین کنیم ببینیم اون گراف چجوری بود چهار تا محله داشت من سریع دوباره رسم میکنم یالهاشو یا اینجا بعد با هم میبینیم خب حالا فرض کنید که میخوایم یک دور توی این گراف محله ها رو بر من تعریف کنیم دنبالش رو بنویسیم ببینیم با هم تمرین کنیم ببین مثلا یه دور اینه که من از آ برم به محله B بعد از B برم به محله D دوباره برگردم به محله آ دوره دیگه قرار از هر جا شروع کنیم برگردیم به همونجا بیایم برای تمرین دنباله این دور رو بنویسیم خب از آ شروع شد رفت به رس B رفت به D و برگشت به آ درسته این شد دور ما اینجا هم دوباره مثل تعریف مسیر عدد ام رو میگن طول دور به همین دلیل هم هست که ما گفتیم دنباله ای متشکل از ام به علاوه یک رس برای اینجا ببینیم ما دوست داریم در واقع تعریف طول دور تعداد یال باشه که ازش میگذریم تا دور رو کامل کنیم دیگه اینجا هم ما چهار تا رس توی این دنباله نوشتیم و طول مسیرمون همون ام یا سه هست که میبینید که ما از سه تا خیابون گذاشتیم حالا میبینید که این گراف دورای دیگه ای هم داره مثلا ممکنه شما این دور رو در نظرتون اوورده باشیم وقتی من گفتم یه دور توی این گراف به من بگین مثلا از آ بری به بی بعد به سی بعد دوباره برگری به آ پس دورای مختلفی میتونه یه گراف داشته باشه اما چیزی که میخوایم بهش دقت کنید اینه که ممکنه یه گرافی هم باشه هیچ دوری نداشته باشه مثلا اینجا من یه مثالیشو براتون رسم کنم مثلا فرض کنید که مثلا گراف مولکول سه هاش چهار از مثلا شاید از شیمیاتون باشه که یه دونه کربن با چهار تا مثلا هیدروژن ترکیب میده دیگه مثلا اینجا گرافش من براتون میکشم اینا هم ترکیبا رو پیوندا رو میتونیم به صورت یال نشون بدیم درسته الان این یک گرافه و متشکل از 5 تا رسه ولی میبینید که هیچ دوری نداره چون از هر رسی بخواین شروع کنید دوباره برگریم به خودش میبینید که دیگه مثلا این دو تا مجاور نیستن و یکی از شرط ها توی تعریف دور این بود که اگه دنبالش رو می نویسین هر دو راست متوالی باید مجاور باشن خب امیدوارم از کلاس درس امروز خوشتون اومده باشه تو کلاس درس بعدی میبینم اتون خدا نگهدار